بسم الله الرحمن الرحیم در ایام قیام مردم قوم در هفده در نوزده دی سال پنجاه هستیم در هفدهم دی با مقاله اهانت آمیز به رهبر انقلاب اسلامی و مرجع تقلید شیعیان حضرت امام در یکی از روزنامه ها و حرکتی که در هیچده دی در قم به وجود آمد و در نوزده دی ادامه یافت و به کشتار خونین مردم منتهی شد در واقع در سال 56 مردم از آبان ماه که شهادت فرزند برومند امام مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در نجف اتفاق افتاد یک حرکتی در سراسر ایران آغاز شد و این حرکت اونچنان شدید بود که من در سخنرانی که در مسجد ارک برای ختم شهید حاج آقا مصطفی خمینی داشتم و اونجا پیشنهاد لقب و کلمه امام رو برای مرجع عالی قدر منو آیت الله خمینی مطرح کردم تقریبا بلادرنگ همه مردم پذیرفتند یعنی این کلمه امام در هفته های بعد ما در همه مجامع و مجالس و در زبان مردم می دیدیم و این نشانه عشق مردم و علاقه مردم نسبت به رهبر انقلاب و نهزت اسلامی بود و خب این حرکتی که در آوان شروع شد در دیماه کار احمقانه ای که رژیم انجام داد با مقاله اهانت آمیز به امام شور و شوق جدیدی نهضت اسلامی پیدا کرد و نوزده دی در واقع سراغازی شد برای حرکت مردم در برابر رژیم وابسته و فاسد اون زمان هم فساد هم غیر قانونی بودن و هم وابسته بودن و هم غیر دینی و اسلامی بودن همه اینها دلایلی بود که مردم رو به خیابان ها کشوند در نوزده دی قم در نهایت منتهی شد بس به 29 بهمن تبریز یعنی چهله قوم در تبریز برگزار شد و این چهله ها ادامه پیدا کرد بعد در فروردین پنجا و در یزد و به همین صورت ادامه پیدا کرد تا ماجرای هفده شهری و حرکت های مردم در تاسوعا و آشورا و ایام محرم این حرکت یعنی مقاومت مردم ایستادگی مردم صبر مردم اراده مردم در برابر رژیم وابسته از زمانی که با این حرکت سریع از ده 56 آغاز شد یک سال بعد در ده 57 به سمر نشست یعنی دی 57 همون ماهی بود که شاه مجبور به فرار شد و از کشور خارج شد و با فرار شاه معلوم بود که دیگه انقلاب پیروز شده و این انقلاب در ماه بهمن به پیروزی نهایی خودش رسید خب این یه حرکت بود یه حرکتی بود که البته اصل نهزت و انقلاب از سال 41 شروع شده بود در سال 42 چلو سه اوجهایی ما داشتیم ولی در این سال آخر یک سال ایستادگی پشت کار و مبارزه بیامان خداوند پیروزی رو نهایی مرد نصیب مردم عزیز کرد و انقلاب پیروز شد کار دیگری که مردم انجام دادند در جنگ تحمیلی در سال 59 بود اونجا هم یک جنگ شدید تحمیلی از سوی مزدوران عبرقدرت ها و با حضور خود عبرقدرت ها بر مردم تحمیل شد در پایان شهریور پنج و و یک سال بعد تقریبا ما شاهد اولین پیروزی های بزرگ در این حرکت مردم بودیم خب ما در مهر سال شست با عملیات سامن الهجج و شکستن حصر آبادان به این پیروزی رسیدیم این بعدش هم ادامه پیدا کرد. البته پیروزی رزمندگان ما در آذر بعدا در بستان بعد در فروردین سال 61 فتح المبین و تا خرداد شست و یک منتهی به آزادسازی خرمشهر شد و تا پایان جنگ اینجا هم یک سال مقاومت شدید مردم در برابر یک تجاوز بیگانه ما رو در مسیر پیروزی قرار داد و پیروزی نهایی رو هم در نهایت نصیب ما کرد حرکت سوم مردم سال 97 97 جنگ تحمیلی اقتصادی بر مردم ما تحمیل شد و یک کسی که حالا در رأس یک قدرت بزرگ جهانی بود آمد مدعی شد به سراحت که من باید نظام ایران رو سرنگون بکنم از طریق جنگ اقتصادی اون چنان فشاری رو بر مردم وارد کنم فشاری که در تاریخ بی نظیر باشه اینا تعبیرات خودشونه و فشاری که تا 22 بهمن 97 نتیجه خواهد داد و شما خواهید دید جشنی دیگه به نام جشن انقلاب نخواهد بود و فرش قرمز برای آمریکا پهن میشه در خیابان‌های تهران و دیدید مردم در این حرکت سوم باز با ایستادگی مقاومت پشت پشتکار در همون یک سال پیروزی آشکار شد ما در سال 98 97 این جنگ بر ما تحمیل شد در 98 آثار پیروزی این جنگ پدیدار شد یعنی در سال 98 ما بعد از فصل بهارش در همون آخر فصل بهار رشد تورم سیر نزولی رو طی کرد شرایط اقتصادی آرامش بهتری پیدا کرد و اگر اون روند بود و ادامه پیدا میکرد در 99 ما شرایط بسیار بهتری میداشتیم خب حالا در آخر 98 ما مواجه با کرونا شدیم و مشکل اقتصادی که برای همه دنیا پیش آمد برای ما هم پیش آمد در این حال می‌بینیم که دولت در یک شرایط غیرعادی و در یک جنگ تونست کشور رو به گونه ای اداره بکنه که هم فعالیت‌های های تولیدیش ادامه بده هم فعالیت‌های های توسعیش ادامه بده همم زندگی مردم در یک شرایط سخت بتونه عبور کنه البته زندگی مردم زندگی سختی شد معلوم بود ما در یک جنگ بودیم در یک محاصره شدید بین المللی بودیم از همه طرف ما رو محاصره کردند اینا روشن بود اما در این حال مردم صف نبستند مردم برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابون به اون خیابون نرفتند هر جا میرفتن کالا بود در اختیار مردم بود البته یه مقدار قیمت‌ها حالا یه مقدارش به طور طبیعی به خاطر شرایط جنگ یه مقدارش هم به خاطر برخی از بیانصافی برخی از افرادی که در زمینه اقتصادی فعالیت می‌کردند یه مقداری هم به هر حال در زمینه مدیریت ها ما کار بیشتری میبایست انجام میدادیم اینا دست به دست هم داد مردم در سختی و فشار بودن اما در این حال دولت در این زمین اقدامات خودش رو انجام داد و در هر مقطعی دولت آمد یک کمکی رو برای اخشار آسیب پذیر اضافه کرد ما از آبان سال 98 یک بسته حمایتی معیشتی ماهیانه برای 60 میلیون نفر مقرر کردیم و همینجور هم ادامه داره ما تو شرایط کرونا باز بسته های حمایتی متعددی رو مقرر کردیم در یک چند ماه برای سه میلیون نفری که خیلی در شدت بودند براشون بسته های حمایتی ما قرار دادیم بعدش ما وام در اختیار بنگاه ها قرار دادیم وام در اختیار مردم قرار دادیم در این اواخر هم که شما دیدید باز یک بسته حمایتی جدید برای 35 میلیون نفر مقرر کردیم دولت در همه مقاطع اولین هدفش این بوده که اخشار آسیب پذیر در این جنگ گونه ای بشه که بتونن حالا با سختی ولی حداقل زندگی و معیشت خودشون رو داشته باشن در این حال دولت فعالیت های عمرانی خودش هم ادامه بده دولت فعالیت های خودش هم ادامه بده شما میبینید که هر هفته هر روز در این کشور تو 97, 98, 99 هر روز ما افتتاح میبینیم های متعدد حالا بعضیها یک رسانه خارجی دیدم که خیلی عصبانی شده بودن که من گفتم در این دولت بیش از دولت‌های قبل به اخشار آسیبپذیر ما رسیدگی کردیم خیلی اون مجری خارجی به سر و سینه میزد که اه از کجا چجوری از کجا از همینجا که در این دولت با همه فشار و با همه این جنگی که وجود داشته ما در زمینه آب، ما در زمینه برق، ما در زمینه ارتباطات، ما در زمینه راه، ما در زمینه بهداشت، ما در زمینه آموزش برای روستاهای دور افتاده، این آمار ارقام کل روشنه تو همین ای که گذشت 137 روستای ما به شبکه آب سالم پایدار متصل شد در این هفته و در طول این هفت سال و چند ماه بیش از دوازده هزار روستای ما متصل شده به شبکه آب سالم پایدار قبلا من گفتم که یک جمعیت بیش از هشت میلیون امروز در این دولت آب سالم پایدار در اختیارشون قرار گرفته تا آخر این دولت بیش از 9 میلیون میشه قبل از این دولت قبل از این دولت تا 92 حدود 900 هزار نفر از روستایان ما دارای آب سالم پایدار بودند پایان این دولتی اون اون 900 هزار تبدیل میشه نه به 9 میلیون به 10 میلیون به بیش از 10 میلیون خب یک کاریست که دولت داره انجام میده برای افراد کم مصرفی که معمولا هم از اخشار محروم هستن هم آب مجانی شده هم برق مجانی شده هم گاز مجانی شده حالا شما عصبانی هستید که تقصیر ما نیست این کار ملت ما هست ملت ما در این زمینه حرکت کرده و علا رغم فشار دشمن و تحریم هم برای مردم و اخشار آسیب پذیر تسهیلات فراهم کرده از این ور آب رسونده به روستا از این ور بر رسونده به روستا از این ور راه رسونده به روستا از این ور شبکه بهداشت رسونده به روستا از این طرف ارتباطات رسونده به روستا این کاریست که داره انجام میده از این طرف هم بسته های حمایتی در اختیار اخشار کم درآمد قرار داده در همه توانی که دولت در اختیار داشته در هر سه مقطع تاریخی که از نوزده دی در سال 56 شروع میشه در یک سال بعد دی 57 شاه اخراج میشه از این کشور و در بهمن هم به پیروزی نهایی ما میرسیم در 59 جنگ به ما تحمیل میشه یک سال بعد در مهر شست پیروزی بزرگ شکستن حصر آبادات و سامن الائمه رو داریم و بعدم پیروزی های بعدی که ادامه پیدا کرد یک سال بعد از جنگ اقتصادی سال 97 ما در سال 98 دارای پیروزی بودیم برای مهار و کنترل رشد تورم و همچنین در مسیر که کشور در مسیر رشد و توسعه قرار داده بشه ما امسال در سال 99 علا رقم تحریم علا رقم جنگ علا رقم کرونا ما در شش ماه اول رشد اقتصادی رو میبینیم ما رشد منفی نداریم ما رشد مثبت داریم اشاله پایان امسال هم ما رشد مثبت داریم ما جزو تعداد معدود کشورهای دنیا هستیم که در شرایط کرونا رشد ما مثبت هست در تورم هم ما در آذر ماه بینیم تورم ماهانه ما کنترل شده یه یعنی مقدار کاهش پیدا کرده تورم نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده روند روندی است که کشور رو پای خودش ایستاده کسی فکر نکنه در دنیا که تحریم ملت ایران رو از پا در میاره کسی فکر نکنه جنگ اقتصادی ملت ایران رو از پا در میاره ما مسیر رو ادامه میدیم با قدرت البته هر وقت طرف مقابل ما تسلیم قانون شد ما استقبال میکنیم یه آدمی که تو کوچه ظلم میکنه سنگ میزنه شیشه میشکنه بعد در یه لحظه عاقل میشه میگه من از این به بعد نمیخوام شیشه بشکنم ما نباید استقبال کنیم خب با ما استقبال میکنیم هر وقت این آدم خل که شیشه ما رو میشکنه آمد و گفت من از این به بعد فهمیدم شیشه شکستن هنر نیست هی hey من شیشه رو میشکنم شما فردا میرید شیشه ور یا شیشه دیگه میارید میندازید این کار من هیچ اثری نداره به شما خسارت میزنم شما رو به زحمت میندازم ولی منم به هیچی نمیرسم حالا دست ورداشتم توبه کردم هر وقت این کار شد ما استقبال میکنیم ما اگر دولتی که در آینده نزدیک در آمریکا سر کار میاد دو هفته دیگر که آقای بایدن قدرت رو در اختیار میگیره اگر گفت آقا آمریکا دیگه شیشه شکستن رو رها کرد دیگه توبه کرد میخواد در مسیر قانون قرار بگیره میخواد به تعهداتش عمل کنه از ما اگه سوال کنه جواب ما خیلی سریع و روشن و ساده است میگیم اگر شما به همه تعهدات عمل کردید ما هم به همه تعهدات عمل میکنیم اگر عمل نکردید ما در برابر شما سرخ فرود نمیاریم شما اگر به تعهدات عمل کردید منتی سر ما نذاشتید یک کار خلاف قانونی تا حالا انجام میدیدید حالا از کار خلاف قانون دست برداشتید پشیمان شدید فهمیدید اشتباه کردید بنابراین ملت ایران در سه مقطع تاریخی مهم در نهزت اسلامی و انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس و در جنگی که امروز سه ساله است فعلا جنگ اقتصادی ملت ما با ایستادگی مقاومت پشتکار صبر وحدت تونسته در برابر دنیا پیروز شه هم مقطه اول در برابر دنیا بود و که در نهزت و انقلاب بود کسی پشت سر ما نبود ملت ما تنها بود هم تو جنگ ملت ما تنها بود همه اونور بودن هم در این جنگ اقتصادی سه ساله ملت ما تنها بود رو پای خودش ایستاد و تونست مقاومت بکنه و به همدلله تا امروز ملت ما پیروز بوده این پیروزی رو ادامه خواهد داد تا پایان من در اینجا یک نکته مهمی رو میخوام اشاره بکنم و اون اینکه برخی از دوستان در رسانه ها که صحبت میکنن حواسشون باشه که شرایط ما چی بوده در شرایط مختلف اقدامات مختلف نیاز هست یه وقت کشور در یک شرایط تعادل هست کشور متعادل هست یه وقت شرایط کشور شرایطی است که دشمن جنگ بر ما تحمیل کرده شرایط التهاب جامعه مای ملتهبه اونجا یک شرایط دیگری رو اختضا میکنه اگر دولت آمده برای کالای اساسی چار هزار و تومان رو مقرر کرده و با همه سختی ها و با همه مشکلات برای بانک مرکزی برای دولت، برای سمت، برای کشاورزی برای اینکه این کالاها رو در اختیار مردم قرار بده با یک قیمتی که قابل تحمل باشه برای مردم یک کسی نه یا چرا چهار تومان خب بعد گفت میگه که یه آدمی سوء استفاده کرده این شد حرف ما یه عده مردمی که گرفتار هستن یک بسته هایی درست کردیم برای حمایت براشون میفرستیم دادیم به یه آدم هایی گفتیم آقای ببرد برسونیم حالا وسط اینا یه نفر هم آمد این بسته رو نرسون دزدی کرد باید بگیم کل این بسته ایراد داشته کمک ایراد داشته حالا بله یه عده آدم هایی بودن چارزار دویستوان گرفتن جنس رو نیاوردن ببرید اینا رو محاکمه کنید هر کاری میخواید بکنید هر چه قانون میگه هر که تخلف کرده با او برخورد کنید این که یه تعداد معدودی تخلف کردن مبنا نمیشه که بگیم کار نادرست هست کار کاملا درست بوده بر مبنای یک کار درستی ما انجام دادیم ما البته در این یک سال گذشته تعدادی از کالاهای 4200 تومانی رو به تدریج خارج کردیم و آوردیم گفتیم آقا ارز نیمایی به اینها اختصاص پیدا بکنه چای رو این کار رو کردیم برنج رو این کار کردیم شکر رو این کار کردیم لاستیک رو خیلی چی موارد متعددی بود ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن اصلا نفهمیدن یه دی مصاحبه میکنن من می‌بینم از اینا نفهمیدن الحمدلله تو این کشور بودن خریدم میکردن میرفتن حبوبات میخریدن نفهمیدن که حبوبات ما خارج کردیم از اون لیست چهار دویستی میرفتن برنج خرید میکردن نفهمیدن این خوبه خیلی هم خوبه معنیش اینه که فکر کردن چهار دیویستی الان تو همه داره ادامه پیدا میکن ما قدم به قدم چهار دیویستی رو خارج کردیم و شرایط رو عادی کردیم یه چند تا قلم باقی موند که اون چند تا قلم برای ما مهم بود دارو برای ما مهم بود باقی موند چند قلم دیگرم از کالاهای اساسی برای ما مهم بود اونها رو نگه داشتیم در عین حال اونها هم در یک شرایط مناسب قابل قبولی دولت ممکنه یه تصمیم ماتی بگیره اما از امروز دور دور کردن از امروز تبل و دوهل به انداختن از امروز اعلام کردن که آقا چهار و دویست دورانش پایان یافت چی به کی داری خدمت میکنی به کی داری کمک میکنی بعضی از حرفها هست به موقع باید به درستی عمل کرد نه جار زد موقع جار زدن نیست موقع تبل و دوهل نیست که ما بیایم شعار بدیم خب شعار که شما بدید نتیجه چی میشه یه عده سوء استفاده میکنه همون رانتی که شما میگه همون رانته درست میشه همون فسادی که شما میگه همون فساد درست میشه بنابراین من اینجا میخوام خواهش میکنم از نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی ما یک کار بزرگی قرار گذاشتیم با هم انجام بدیم ما زحمت کشیدیم ماها تلاش کردیم فکر کردیم یک بودجه ای رو تحویل مجلس شورای اسلامی دادیم برای اداره سال 1400 این بودجه ما از تبصره به تبصرهش دفاع میکنیم با قدرت دفاع میکنیم یکی از بهترین بودجه هایی بوده دولت نوشته و تحویل مجلس شورای اسلامی داد از مجلس هم توقع داریم این رو بررسی بکنه با هم همکاری بکنیم یه جایی هم اگر پیشنهاد بهتری داره ما استقبال میکنیم یه جایی هم اگر اصلاح لازم میدونه ما استقبال میکنیم اما شاکل شاکله این بودجه باقی بمونه و بر مبنای اینکه این, که این بودجه ای که طبق قانون اساسی بودجه رو باید دولت به مجلس بده مجلس نمیتونه بودجه بنویسه بودجه رو دولت مینویسه دخل و خرج رو دولت میدونه چجور باید اداره کنه البته مجلس حق داره اون رو اصلاح بکنه پیشنهاد جدید بده با همکاری با هم بکنیم توقع ما همینه که همه با هم همکاری کنیم یه بودجه بهتری در پایان در بیاد به نفع من اما ما در بودجه یک خط قرمز هایی داریم اون خط قرمز ها قابل شکستن نیست من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس به خط قرمز هایی ما توجه بکنن به هر حال ما وضع اخشار کم درآمد جامعه خط قرمز ماست ما نمیتونیم به مردم فشار بیاریم بیش از این خود این جنگ به مردم فشار آورده یه ده آدم هم بودن بی انصاف بودن اونا هم به مردم فشار آوردن دیگه بیشتر نمیشه یه دفعه مالیات رو به هم زدن یه دفعه مالیات رو اضافه کردن یه دفعه عوارض گمروکی رو اضافه کردن چجوری مردم کمرشون خورد میشه زیر این بار ما قبول نمی کنیم بی حساب کتاب مالیات افزایش پیدا بکنه ما برای بودجه مسیر پیشنهاد کردیم گفتیم ما مصممیم که در سال آینده روزانه ما دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت و بیانات بفروشیم گفتیم این تصمیم ما هست قدرت این کار رو هم داریم حالا شما بیایید این نفت رو یه تک کشور دارید بذارید کنار بعد جاش مالیات اضافه کنید خب این فشار به مردم میاد خب نباید این کار رو بکنیم ما باید با هم بشینیم با هم فکر کنیم راحل پیدا بکنیم ما برای اینکه پول ملی ما برگرده به جایگاه شایسته خودش و ارزش پول ملی قابل قبول باشه خب ما تو جنگ بودیم ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرد خب مردم ما شاهد هستند که از سال 97 به این ور تو این جنگ چه شرایطی ما داشتیم ما برای سال آینده پیش بینی دیگری کردیم ما قیمت البته ما تو بودجه اسم قیمت دلار رو ذکر نکردیم جزئی مورد که حالا من عرض می‌کنم ما قیمت رو بر مبنای یازده ونیم در نظر گرفتیم که دلار بر مبنای یازده باشه یازده تومان باشه حالا یه دفعه این پول از یازده یه دفعه بشه هیفده میدونی چی میشه آثارش چی هست تبعاتش چی هست همه باید فکر کنیم روی این مسئله بیندیشیم روی این مسئله یه دفعه مردم رو در مشکلات قرار ندیم دولت رو در ماهای آخر در مشکلات قرار ندیم مردم رو در مشکلات قرار ندیم وقتی شما قیمت دلار میبرید بالا بعد در عوارض گمرکی می‌خواید بر مبنای این قیمت دلار عوارض رو بگیرید بر این مبنا می‌خواید محاسبات رو انجام بدید بودجه رو ببندید خب ما دوچار مشکل میشیم اینا خط قرمزهای ما هست در زمینه یه مسئله تورم به هر حال زندگی مردم باید اداره بشه شما هر جایی رو اگر اضافه کنید بگید این درآمد من میخوام اضافه بکنم خب ما مردم تراکنش هایی که دارن انجام میدن سر چیه یا داره جنس میخره داره تراکنش انجام میده یا داره خدمت میخره خب چند بار باید مالیات از او بگیریم یه بار که گرفتیم ازش ما برای کالا برای خدمات از طرف مالیات گرفتیم دو مرتبه برای تراکنش هم باز بخواد مالیات بدین که نمی چند بار باید مالیات بده نمیشه ما واقعا اینا رو باید مد نظر قرار بدیم اینا خط قرمز های مهمی است که دولت مد نظر داره حالا سر کالای اساسی ما در یه جلسه خصوصی با ها نشستیم صبح نه با همه ها با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق و یکی دو نفر نشستیم به هر حال به عنوان نماینده مجلس و کمیسیون تلفیق با اونها صحبت کردیم که ما برای کالاهای اساسی برای عرض 4200 با هم ما تاکید کردیم با هم بنشینیم فکر کنیم با هم به نتیجه برسیم وقتی به نتیجه رسیدیم باید عمل کنیم نه اینکه از حالا بگیم سه ماه این وسط فاصله است شما بودجه ای که میخواید تصویب بکنید کی میخواد اجرا بشه تو فروردین الان دارید اعلام میکنید دی بهمن اسفند سه ماه مردم تو فشار قرار میگیرن این بودجه که امروز که قابل اجرا نیست که بعدم شما گنوز تصویب نکردید شما در کمیسیون تلفیق دارید بحث میکنید بازم ممکنه تغییرات بکنه تا آخر کمیسیون تلفیق بعد میره تو سهن علنی ممکنه تغییرات بکنه ما همه نماینده مجلس بودیم ما میدونیم مجلس چه خبر ساز و کارش چیه برنامه ها شگونه است حالا من از تلویزیون هم از رادیو تلویزیون هم یک گله ای دارم حالا مسبباتی که کمیسیون تلفیق میگذرونه من نمیتونم بگم که پخش نشه گفته نشه به حال ولی باید توضیح داده بشه برای مردم که آقا این نظر ابتدایی مجلسه این نظر ممکنه تغییر بکنه در نهایت ممکنه به صورت دیگری در بیاد نکنه ما یه چیزایی رو اعلام کنیم از فردا صبح در بازار در قیمت جنس اثر بذاره تهش هم بره تو مجلس تصویب نشه ممکن که نمیدونیم هنوز که شما مصوبه نهایی ندادید به ما که تازه مصوبه نهایی کنید باید بره شورای نگهبان باید اونجا اصلاحات بشه به هر حال نهایی بشه من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس از کمیسیون تلفیق از همه عزیزان ما در مجلس همکاری کنیم با هم ما در این چند ماه هم نتیجه همکاری رو دیدیم هم نتیجه عدم همکاری رو دیدیم هر کجا بهتر با هم همکاری کردیم راحتتر پیش رفتیم مفیدتر بوده بهتر به سمر و به نتیجه رسیدیم مجلس یک امر بسیار مهمه با لوایح دیگر فرم میکنه با قوانین دیگر فرم میکنه انشالله ما بتونیم در کنار هم این لایه رو به نهایت برسانیم به گونه تصویب کنیم انشالله به نفع مردم باشه به نفع جامعه باشه و همه ما استفاده بکنیم دو نکته کوتاه دارم اونها را اشاره کنم یکی اینکه 18 دی یک روز تاسف انگیزی بود برای ما اتفاقا و هیجده یده روز چهارشنبه بود و ما دولت داشتیم که خب اون صبح زودش شبش در آسمان یک هواپیمایی به خطا و اشتباه مورد هدف قرار گرفت سرنگون شد و عزیزان ما در اون هواپیما همه اونها جان به جان آفرین سپردم خب خیلی برای ما دردناک بود روز بسیار سختی بود البته اون آغازش بر ما روشن نبود که اصلا حادثی چی هست اون روز چهارشنبه بر ما روشن نبود روز پنجشنبه تقریبا روز جمعه کامل گزارشات آمد روشن شد که به هر حال شرایط چگونه بوده از همون وقت ما به مسئولین گفتیم به مردم هر چه است به مردم اعلام کنیم چون ما چیزی نمیتونیم از مردم ما مخفی نداریم به مردم اعلام بکنیم و همون روز هم گفتیم که مسببین این حادثه حالا اشتباه کردن هر چه بوده باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن امروز هم بر این اصرار داریم حتما هم قوه قضاییه ما این کار رو خواهد کرد قوه قضایی همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده این محاکمه برای ما مهمه افراد اگر غصور کردند، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هر چی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه و مردم مطلع بشن که امر چگونه بوده و دادگاه هم حکم نهایی خودش رو انجام بده. اما دولت همه تلاش خودش رو در این یک سال انجام داده و من خوشحالم اینکه دولت در جلسه هفته قبل آمد به این تصمیم رسید که خسارات مردم رو پرداخت بکنه و برای تابعیت در نظر نگرفت هر کس تبعه هر کجا هست چه ایرانی چه غیر ایرانی همه رو مساوی ما حساب کردیم همه به طور مساوی 150 هزار دلار به عنوان خسارات مد نظر قرار دادیم و انشاءالله این پول به اونها پرداخت خواهد شد راجع به هواپیما هم که با خود اوکراین به حال در حال مذاکره هستیم مذاکره به نتیجه میرسه راجع به کسانی هم که این حادثه رو به وجود آوردن قصور یا تقصیر یا هر چه بوده در دادگاه محاکمه خواهند شد قطعا و در این دادگاه هم هر چه حق و عدل هست ما میخوایم اجرا بشه بدون هیچ اغمازی و انشالله این کار انجام خواهد گرفت تو این شرایط برای ما سخت بود اما در این حال مسائل فراهم شد سی میلیون دلار تهیه شد در اختیار قرار داده شد برای اینکه این بخش از مسئله رو ما بتونیم حل و فصل کنیم ولی این معناش این نیست که تأثیر در محاکمه بگذاره محاکمه عاملان باید انجام بگیره با دقت و شرایط خودش در دادگاه عادله و من در پایان روز 19 دی روز رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هست یاد اون عزیز رو هم گرامی میدارم که در اون سه مقاومت ملی که من گفتم لاقل در دو مقاومت ملیش مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی جزو سرداران حرکت مردمی بود چه در انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی جزو سرداران بود جزو افراد خط مقدم بود در کنار مقام معظم رهبری در کنار شهید بهشتی شهید متحری و همه عزیزانی که به حال بودند اینا در کنار امام بودند همیشه تا نهزت به پیروزی رسید انقلاب به پیروزی رسید بعد در اداره کشور و مخصوصا در اون مقاومت دوم در جنگ تحمیلی مرحوم آیت الله هاشم رفسنجانی وظایف سخت و سنگین رو بر دوش داشت از ابتدا به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع اون زمان بود و بعد به عنوان فرمانده جنگ از طرف امام تعیین شد و خب خیلی من خاطرات بسیار زیادی دارم از ایشان در دوران دفاع مقدس ضمن اینکه خب ایشون حکم ریاست قرارگاه خاتم الانبیا رو به من داد مقام معظم رهبری حکم فرماندهی پدافند هوایی رو به من داد حکم ستاد عرض کنم که کمک هایی که انجام می گرفت برای جبه و جنگ به من دادند اینا همه اینها من خاطرات فراوانی رو از این مرد بزرگ به خاطر دارم که تلاش های فراوانی ایشون کرد تا این جنگ به سمر بنشینه و موفقیت های جنگ به وجود بیاد و باید این نکته رو اضافه کنم که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از مظلومین تاریخ ما هست جای تاسف داره ما قبلا اون مظلوم اول ما شهید بهشتی بود که خب خیلی مظلوم بود و اون ای که خود آقای هاشمی از شهید بهشتی نقل کرد که از مظلومیت او گفت و معروم شهید بهشتی با آقای آشمی گفت که نوبت شما میشه آسیاب به نوبت گفت نوبت شما هم فرا میرسه حالا شهید بهشتی مظلومی بود که بعد از شهادتش جای مظلومیتش منزلت و عظمت و مقام و جایگاه ویژه‌ای در افکار عمومی در زبان و قلم مردم پیدا کرده اما آیت الله هاشمی رفسنجانی حالا یه مقداری کم شد مظلومیت ولی متاسفانه این مظلومیت همچنان ادامه داره ما همه ما باید از بزرگانمون قدردانی کنیم بدونیم اگر ملتی از خادمانش از بزرگان تاریخش قدر... البته ملت که قدردانی میکنه همیشه نکنه این شرایط شرایطی نیست که تاریخ قضاوت خوبی نسبت به اون ملت حالا ملت ما که همیشه قدام بوده قدان است من از اون اقلیت هم ترخواست میکنم و خواهش میکنم اونا هم قدام باشن از زحمات همه بزرگانمون انشاءالله همه ما بتونیم راه و مسیری که امام عزیز و امروز رهبر بزرگوار ما برای ما مشخص کردن ادامه بدیم و مردم عزیز ما همینجور که در صحنه بودند همچنان در صحنه باشند و با اتحاد و یگانگی و وحدت انشالله به اهداف بلندی که در این انقلاب و اهداف ملی که مد نظر ما هست انشاءالله دست بیابیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته